یکی از محبوب ترین و منعطف ترین چهره های سینمای ایران با گلچینی از نقش های ماندگار و خاطر انگیز و با گلچینی از توانایی های مختلف در زمین های هنری مهمون مجله فیلمه، آقای رضا کیانیان. خیلی خوش آمدین، عیدتون هم مبارک. عید شما مبارک باشه، ولی یکم بگو من خودم هم بفهمم چیا بوده. ولی اینکه من گفتم گلچینی از نقش‌های ماندگار، برای اینکه شما انواع نقش‌های چهره‌های مختلف جامعه ایران رو و نقش‌های تاریخی و غیره رو بازی کردیم و همه رو خوب بازی کردیم. مرسی. اصلا میخوای از همینجا شروع کنیم؟ از همینجا داریم. بله داریم. من یه چیز رو هم اصلاح کنم، من ببخشید گفتم شما مهمون مجله فیلم هستید، در واقع خود شما جزء بچه های مجله فیلم هم هستید، یعنی خودتون جزء این خانواده هستید. آره واقعا هستم. من سال 1345 توی مشهد شدم خبرنگار روزنامه اطلاعات که 15 سالتون بود. اون چجوری اومد؟ یعنی چجوری شدید خبرنگاره؟ یعنی توسط چه کسی؟ به توسط چه خودم. دوست داشتم چون روزنامه رو نگاه میکردم، میره رفتم نمایندگی روزنامه اطلاعات. گفتم که من علاقه مندم که این کار رو بکنم. بعد اونا گفتن که خب مثلا چی کار بلدی؟ گفتم هر چی شما بگی من بلدم. خب بعد از این پررویم خوششون اومد. بعد دیگه میرفتم خبرهایی که تو محله بود و جمع میکردم، تو دبیرستان مثلا یه اخباری بود جمع میکردم، و چون توی عضو گروه تئاتر در واقع پارت مال برادرم هم بودم، اخبار هنری رو بعد یواش یواش شروع کردم جمع کردم براشون میفرستم، که بیشتر دیگه اون وقت رفت توی این سمت درست که اخبار هنری و تئاتری و این خبر رو. ولی وقتی که عکس منو چاپ کردن، بعد گفتن یه عکس بده چاپ کنیم، من بودو بوده رفتم یکی از دوستای عکاسمون بود، گفتم ببین یه عکس هنری از من بگیر. گفتش که چجوری؟ گفتم هنری دیگه، خودت بهتر میدونی. بعد اون نصف صورتم رو تاریک کرد، نصف صورتم رو روشن. آره دیگه کلاسیک. اون موقع دیگه عکس هنری این بود. بعد که دادم گفت آخو این چیزی دیده نمیشه، ما عکس تو رو میخوام چاپ کنیم. بعد یه عکس دیگه گرفت که اونو چاپ کرد، اونم یه مقدار کنتراستش بالا بود. بعد یادمه که اونجا مسجد محل ما اومده بودن به بابام گفته بودن که این عکس پسرتو چاپ شده و پسرت معتاده. بعد اون گفته بود برای چی معتاده؟ گفته لباشو ببین سیاهه. بعد اون بابای من رو گفته بود که نه من مثلا اینو میشناسم، اینجوری نیست، خلاصه یه مدتی طول کشید تا ما ثابت کنیم معتاد نیستیم. فقط به خاطر اینکه مثلا لبای من سیاه بود. شما متولد تهرانید ولی نه؟ من متولد تهرانم. متولد تهران، میدون خراسان، مسجد لورزاده. آها. اونجا متولد شدم، بعد دیگه حدود یک سال خورده این بود که رفتم مشهد. خب پس نوستالژی اونجا نداری؟ نه اصلا هیچ یادم نیست. که بعدن یه دفعه ما با مجله همشهری رفتیم اونجاها رو گشتیم و به اون قدیمی‌های اونجا سر زدیم، یه سلمونی مونده بود که اون بابای منو یادش بود. آها. یعنی به خاطر مأموریت پدرت رفتین مشهد؟ نه پدر من مأموریت نداشت، چون پدر من کاسبه، یعنی کاسب بود. الان نمیدونم تو اون دنیا چی کار داره میکنه. یادش. ولی کاسب بود. یه نذر کرده بودن برای امام رضا که اگر اون نذر برآورده میشد که بیام مشهد، که اون نذر برآورده شد و اومدم مشهد. و شانس هم بود چون از دوستای نزدیک طیبه حاج رضایی بود. بعد از اینکه اومد مشهد، یکی دو سال بعدش اونا رو گرفتم و مثلا اعدامای اونا شروع شد، این شانس رو برد اعدام نشد. بعد چه کار میکردن ایشون؟ یعنی کله پز بابای من، کله پز بود البته. میگم نمیدونم الان چه کار میکنه توی اون وقت تو بهشت و اینا خبر. بنابراین مغز و کله پاچه و اینا تو خونه شما فراهم بود؟ بله بله. واقعا بود یعنی اینکه؟ آره ما زیاد کله پاچه میخوردیم و هنوزم خیلی دوست دارم، ولی خب دیگه تو این سن و سال رسیدم که دیگه نباید بخورم به خاطر کبد چرب و نمیدونم این حرفا. باید یواش یواش دیگه. واقعیه این؟ یعنی اصلا یعنی تاثیر داره روی به شدت داره اوره و غیره اینا؟ آره متاسفانه. خب خوشمزه‌ایه.
مگه شما خیلی سن دارین سنی ندارین؟ آره خودم باورم نیست ولی به هر حال همه دیگه میگن دیگه، میگن ما از بچگی یادمونه که شما بازی میکردید. چندین بار تا حالا شده که یه خانم خیلی پیری یا یه آقای خیلی پیری که حتی با عصا مثلا داره راه میره توی خیابون به من میگه وای من از بچگی عاشق شما بودم. واقعا بعد منم چیزی نمیگم، میگم خواهش چقدر عاشق شیفته داشتین. ببین از بچگی من یادمه دوست داشتم، یعنی دنیای نمایش رو خیلی دوست داشتم. با بابام میرفتم سینما، بابای من همه سینماهای مشهد 7 بود. این 7 رو 7 روز هفته رو یکی یه فیلم میرفت هر روز. بعد منم باهاش میرفتم. بعد یادمه که فیلمهایی که صامت بودن و کپشن داشتن وسطش، اینا رو یادمه. من هنوز مثلا فیلمای اولین فیلمهای کارتونی که اومد اونا رو یادمه که اونا هم کپشن داشتن وسطش و اون موقع میگفتم به کارتون مضحک قلمی. خب از پیر زنه حق داره میگه که خب آره همین میگم گاهی شک میکنم. بعد مضحک قلمی که میگفتن ما تو استراحه هم میگفتیم موسیقی قلمی، بعدن که بزرگ شدم فهمیدم اون مضحک قلمی بوده که میگفتن. بعد ادای اونا رو در میآوردم. اون موقع یه سری فیلم های چیزم بود سریالی ساخته میشد، مثلا یه قهرمانی بود به اسم سائقه که یه شنلی مثل زورو و اینا داشت ولی خب میرفت کره ماه، میرفت کرات دیگه و اونجا مثلا آدم بدا رو نابود میکرد، که بعدش شزم و اینا اومد بعد از اون سائقه. مثلا اونا رو یادمه من. و برادر بزرگ من که 9 سال از من بزرگتره اونم خب اون با شما نمی اومد سینما، اون خودش میرفت سینما. ولی یادمه که در رقابت با اون من میخواستم بگم که منم این فیلم ها رو دیدم. بعد گاهی اون تو خونه من گریم میکرد و یه لباس هایی به من میپوشون که مثلا نقش فلان چیز رو بازی کنم. یه دفعه که هنوز دبستان نمیرفتم یه چادر مادرم آورد مثل شنل همون شزم پشتم بست و بعد قرار شد پای منو بگیره بچرخونه که من برم رو هوا و بگم شزم. آها. که مثلا برم به سمت هوا آسمان. بعد گفتم شزم و رفتم و اون چرخون و پیشونیم خورد لب گلدون شمدونی لب حوض و شکافت. الان ابروی من یه خط وسطش داره که مالمونه. خب یعنی این ماجرا رو همیشه داشتم. یا اگر مثلا مهمون داشتیم باز به برادرم میگفتم منو مثلا شکل چیچیک بکن که برم وسط مهمونا مثلا این کار رو بکنم. خب این همینجوری بود 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 تا اینکه من مثلا به کلاس سوم دبیرستان که رسیدم برادر من با چند تا از روشنفکرهای مشهد یه گروه تئاتر درست کرده بودم به اسم گروه تئاتر پارت. و من میخواستم من برم تو اون گروهشون، من راه نمیداد و خیلی از این ماجرا ناراحت بودم. یه نمایشی هم یادم کار کرد توی سالن دانشکده پزشکی مشهد دانشگاه فردوسی که یه پسری رو احتیاجش دقیقا همسن من و یکی دیگر رو انتخاب کرد. عجب. و من باید به اون میگفتم که یعنی تو دلم میگفتم یه روزی به تو ثابت میکنم چه خوب کاری کرده که من از اون بهتر بازی میکنم. چه خوب کاری کرده. آره بگو ولی زنجری که من کردم تو نکشی. به همین دلیل ولش از شما رضا کیانیان نمیشد. شدم بهتر میشدم کی میدونه. نه هر چیزی که راحت به دست بیاد شاید انقدر باید. آخه چرا همچین چیزی میگی؟ من میگم که شاید اگه مثلا من زودتر رو صحنه میرفتم تجربتم بیشتر میشد و بهتر میشه. به اندازه یه سال. چرا نه؟ بعدش هم اینجوری. ولی بالاخره زمانی که منو توی یه نمایشی راه داد، یه نمایشی بود به اسم مال دکتر سایدی، نه؟ آره، از پا نیفتاده ها که مال مبارزین مشروطه است، جزء 5 نمایشنامه مشروطه آقای سایدیه که لوکیشنش یه یعنی صحنه‌اش یه دونه امامزاده است که مجاهدین مشروطه اونجا همدیگر میبینن قرار مدارشون رو میذارن،
اولین نقش به من داد، من یک زائری بودم که از این ور می اومدم میگفتم السلام علیکم مثلا یادم نیست اسم امامزاده رو یا کیک، از اون ور میرفتم بیرون. که چند سالت بود؟ این 15 سالم بود. اون وقت اینو انقدر جدی گرفت بودم، تمرین میکردم و صدا و بیان و اینو از این برای خودم میرفتم تمرین میکردم، میدیدم که همه به من میخندن. آها. ولی میگفتم که بخندیم ولی من به شما ثابت میکنم که اینجوریه. چه خوب. اون وقت چون تو تئاتر بزرگ شدم و کسی که تو تئاتر کار میکنه نقش های متفاوتی رو بازی میکنه، ممکنه پیر، جوون، خارجی، ایرانی، نمیدونم، فقیر، ثروتمند، حتی زن، مرد بازی کنیم تو تئاتر. دوست داشتم که اینو بیارم تو سینما. یعنی نقش‌های متفاوتی رو اون وقت توی سینما بازی کنم. خب خیلی‌ها دوست دارن این کارو بکنم. من شروع کردم به این کار. خب خیلی موقع‌ها بیکاری کشیدم، کار نداشتم و مثلا در به در دنبال نقش‌های متفاوت می‌گشتم. حتی می‌رفتم نقشه کوچولو رو تو سریال‌ها یا فیلم‌ها بازی می‌کردم، می‌گفتم من اینو بازی می‌کنم. خب وقتی هم یه اسم و رسم پیدا کردم، خب کارگردان رو تهیه کنم از خودم می‌خواستن دیگه. گفتم بیا بازی کن. بعد ولی می‌گفتم اونو طوری بازی می‌کنم که دیده بشه، که توی سریال‌ها مثلا دیده شد. من اولین فیلمی که بازی کردم تمام وسوسه‌های زمین، بهرام دهقانی اونجا هم دستیار برنامه ریز بود، بعدم خودش مونتاژ کرد فیلمو. بعد اومد به من گفتش که یه فیلمی داره ساخته میشه که من تو رو معرفی کردم برای نقش اولش. خب بال در میاره آدم دیگه که بلافاصله بعد فیلم اولت باز دو مرتبه نقش اول بازی کنی. بعد سناریو رو که خوندم دیدم شبیه همین فیلمیه که بازی کردم. بعد گفتم بازی نمی کنم، که بهرام دهخالی گفتش که حماقت میکنی، خری اگه بازی نکنی. گفتم نه، این برای که شبیه اینه. خب در واقع یه آدم اصولگرایی میشم دیگه این شکلی. و بازی نکردم. خیلی هم به من مثلا گفتن که خیلی کار اشتباهی کردی که بازی نکردی. اما یواش یواش مثلا مدتی بعد تونستم برم تو فیلم ایلیا نقاش جوان که هرگز اکران نشد، مال ابوالحسن داوودی، اونجا هم طراح صحنه‌اش بودم، هم طراح لباسش بودم و هم یه نقش کوچیک بازی کردم که یه نقاش دورگرد تو پارکا. و بعد از اون همینجوری دیگه کوشش میکردم که نقش متفاوتی بازی کنم. به کوچیک بزرگیش هم واقعا کاری نداشتم، فقط به این کار داشتم که متفاوت باشه و زمانی که اون دیده میشه من بتونم بگم که طوری بازی کردم که دیده شد. درست. الان که راجع به داوود برادرات گفتی، همیشه از دوره که شما رو میشناسم همیشه با عشق از برادرت یاد کردی. یعنی جوری که حتی من وقتی برادرم فوت شد به شما گفتم بیاین راجع به رابطه خودت و برادرت حرف بزن که سر فیلم بودی نشد. این ادامه بازی تو برای داوود چند تای دیگه ادامه داشت؟ یعنی در حد همون یکی موند یا بازم براش بازی کرد؟ نه، براش بازی کردم. بعدش مثلا یه وقتی که مثلا کلاس چهارم دبیرستان یا پنجم دبیرستان بودم یه نقش اول بهم داد. آها. که می رفتیم با اون نمایش رامسر اون موقع برای که اونو مثلا خودش میگه خوبه. و بعدش یکی از اون بچه های دیگه به اسم آقای تقی رفقی که جز همون روشنفکرهایی بود که این گروه رو پایه‌گذاری کردن، یه نمایشی کار کرد به اسم باران که اون نمایش خیلی سر و صدا کرد و مثلا روحانیت اون موقع از اون حمایت کرد. خب روشنفکرام حمایت کردن. اولین بار بود که روحانی و زن بی‌حجاب و اینا همه تو سالن کنار هم میشستن نمایش رو میدن. اونجا مون آقای رفقی دیگه نقش اول به من داد. آها، بازی کردم. دیگه که بعدش هم دیگه مثلا شروع شد کارم. ولی این کلکل رو من همیشه با این داوود داشتم. ولی واقعا همینجوری که میگه همیشه با عشق ازش حرف میزنم. برای که معلم اول من اون بوده. و اون خیلی راه ها رو برای من باز کرده، نشون داد و اینا. ولی این کلکل هم داشتیم. مثلا باز کلکل های من اون بگم. خب اون با دوستاش میرفت فیلمای مثلا روشنفکری اون موقع ها مثلا برگمن و اینا رو میدید.
فلینی و اینا. خب من جوجه بودم، منو نمی برد. اینا می رفتن اون فیلم ها رو می دیدن، بعد می شستن یه جایی که هوشنگ گلمکانی هم خوب یادشه و گفت توی قهوه خونه بود دور فلکه بیمارستان امام رضا، می شستن اونجا چای و سیگار و اینا و بحث می کردن راجع به اون فیلم ها. بعد می خواستن از هر صحنه شش تا معنی در بیارن که اگه اینجا دوربین این حرکت کرد منظورش این بود، اینجا اگه راه پله پیش در پیش نشون داد منظور رحم زنه. نقد فیلم شفاهی بوده. آره. بعد اون وقت نقد فیلم هم مینوشت، اون موقع برای هنر و سینما و اینا به اسم کیان کیانی نقد مینوشت. بعد اینا رو که میگفت من میخواستم بفهمم اینا چیه. در نتیجه خلاصه خودم رو هر جور شد و بهش میچسبوندم، به مادرم و اینا یه کار میکردم که مادرم میگه خب ببر دیگه این رزارم. بعد اونم با عصبانیت منو میبرد میبرد و من را دست اینا میخواستم ببینم که چی میگن، چرا میگن، نقدشون چیه، چرا این فیلم خوبه، اون فیلم چرا بده. خب اینا را میرفتم و تو اون قهوه خونه یادمه اونا مثلا سیگار میشتم، من از دود سیگار خفه میشدم ولی چایی هم زیاد خوشم نمیومد، من هنوزم چایی زیاد خوشم نمیاد ولی میشستم به این حرفا اینا رو گوش بکنم چی بود. با بابات که سینما میرفتین بعد که میومدین راجع به فیلم بحث نمیکردین؟ بابام نه. بابا جنس حرفاتون چجوری بود بعد از دیدن فیلم؟ زیاد اصلا حرفی نمیزد بابام. من یادم جلو دوچرخش میشستم، چهارشنبه ها فیلم ها عوض میشد، بعد چهارشنبه که روز تعویض فیلم ها بود تو همه سینما ها توی خیابون ارک مشهد بود، این با دو شرقه منم ایشون جلو میرفتیم دونه دونه سینما ها را از هر کدوم یه سکانس میدید. بعد فرداش دیگه میدید، یعنی آشنا بود راش میدادن. آره همشون رفیق بود با همه دیگه. بعد خود به خود از یعنی با این سکانس هایی که دیده بود انتخاب میکرد که اول کدوم فیلم رو بره ببینه. بعد اون فیلم هایی که در واقع روشن فکری بود و که برادر من میرفته من اونا جزا به سرا بلک لیست که اون آخر از سر ناچاری اونم میرفت ببینه. درسته. مثلا همین فیلم آگراندیسمان رو یه سینمای سعدی مشهد داشت، اون سعدی گذاشته بود که سالن تابستونی هم داشت رو پشت بومش. خب اونو شنیده بودم که این داوود و دوستاش رفتن و هی تعریف میکردم، من به اون گفتم اونو ببینیم، گفت اونو من اونو حوصله ندارم اونو ببینیم. که اونو باز یه دفعه دیگه داوود و با دوستاش رفته بودن که این دفعه ببینن که باز نقدی بکنم، اونجا دیدم. ببینید امتداد بازیگری شما از بچگی میرسه تا الان و نوشتنتون به کار خبرنگاریتون. بعد شما چند تا فیلمنامه هم نوشتیم، مثلا پاتال و آرزوهای کوچک. ببین من الان هم فیلمنامه می نویسم. از اینجا شروع کنم. ببین این جالبه که مثلا این بعضی از این علاقمندان به بازیگری بدونن. من 39 سالگی وارد سینما شدم. دوست. ببین شاید مثلا تو هم تو ذهنت الان تعجب کردی که آره، مثلا واقعا شاید زودتر شدی، ولی من 39 سالم بود. اونجا برای اینکه وارد سینما بشم، چون من لیسانسمو که تو تهران گرفتم بعد رفتم یه سری نمایش‌های دورگرد کار کردم با چند تا از بچهای تهران، بعد با چند تا از بچهای مشهد که شهر به شهر روستا به روستا می‌رفتیم نمایش اجرا می‌کردیم. حتی تو خیابونم میتونم نمایش اجرا کنم. تو خیابون، تو روستاها، تو کارخونه‌ها اینا. خب بعد از یه مدت دیگه نذاشتن ما اجرا کنیم. برای بعد مثلا یه دوره نجاری کردم، یه دوره چیکار کردم بعد انقلاب مثلا یه سری از این کارا، تا یه زمانی بالاخره تصمیم گرفتم که برگرد و بیا دیگه برو دو مرتبه حالا تئاتر اون چیزی رونق نداشت. خب فکر کردم که بیام سینما. تو سینما کسی منو نمیشناخت، مثلا یه سری از بازیگرا منو میشناختن، مثلا خسرو شکیبایی خدا بیامرز، امین تاروخ، مثلا شهلا میربختیار، مثلا اون موقع استار بود، از این تیپا، تانیا جوهری مثلا که زن خسرو بود. خب اینا منو میشناختن ولی کارگردانا، تهیه کننده اصلا نمیشناختن که من کیم. خب وقت من چی کار کردم که وارد سینما بشم؟ من تقریبا همه کار کردم. یعنی الان چون گفتی فیلمنامه یادم آمد، به این فیلمنامه شروع میکردم نوشتن، از جمله مثلا همین پاتال آرزوی کوچک رو با مهدی سجاده چین مثلا نوشتیم. من
رفتم مثلا بگم که کار طراحی صحنه میکنم. بله. خب با محسن شاه ابراهیمی کار طراحی صحنه کردم. من توی فیلم آقای جوزانی چی بود؟ تندباد؟ نه الان اسمش. در مسیر تندباد. در مسیر. اونو دستیار محسن شاه ابراهیمی بودم. مثلا طراحی های لباس اون فیلم رو من انجام دادم. ولی خب اسم من نیست ولی برای ماست. خب ولی بعد یواش یواش مثلا اومدم طراحی صحنه هم کردم، مثلا فیلم آقای ابوالحسن داوودی ایلیا نقاشان کلش طراحی صحنه و لباسش خودم بودم. چندین تا فیلم طراحی صحنه لباس کردم. من دستیاری گریم کردم، دستیاری تولید کردم، دستیاری کارگردان کردم. خب همه این بازیگردان بودی خب اونا بعدها بود ولی این برای شروعش که بیام برای رسیدن بعد. خب همه این کارا رو می‌کردم فقط به یه دلیل، به دلیلی که منو ببینن بشناسن و بهشون بگم که من بازیگرم. بعدها که خانه سینما رو خواستن تأسیس بکنن و اساسنامه‌ش رو بنویسن، من جزء کسایی بودم که توی اونا برای نوشتن اساسنامه خانه سینما بودیم با خسرو دهقان و مثلا اون بچه های اون دوره. به هر حال اینقدر چیز شد تا یواش یواش مثلا منم شناختن و دیگه این فیلم رو بازی کردم اون فیلم و اینا. مثلا یادمه که اولین همین تمام وسوسه‌های زمین رو که بازی کردم بعد تو جشنواره فجر نشون دادم. خب من با خوشحالی فراوان رفتم سینما آزادی که این فیلم رو ببینم تو جشنواره فجر. حدود یه رو بشه که دیدم از خودم بدم اومد و زدم از سینما بیرون و دعا میکردم این فیلم رو هیچ کس نبینه. چرا؟ چون بازیگر تئاتر و خودش رو نمیبینه، راجب خودش فقط تصور داره. برای تو سینما خودتو میبینی، ما گفتیم اینی تو؟ و درست ها مثلا این چیه؟ ولی برای بعدن همه گفتن که نه خوب بازی کردی. بعد گفتم نه اینا که حالا تو فیلم های بعدی یه کمی با تصویر خودم آشتی کردم و یه کمی برام معمولی شد که میتونم مثلا خودم رو تماشا کنم. خب پس ببین 39 سالگی وارد سینما شدم، تقریبا هر خرهمالی که بگی کردم که وارد سینما بشم. از نقشه کوچیکم، اولین فیلمش نقش بزرگ بهم دادن، نقش یک، ولی بعدش نه. ولی کی دیده شدم تو سینما؟ با فیلم کیمیا. پرده رو بکش. با تو هم سعید. آروم باش. ببین شوکو جون، اگه بخوای بیش از حد احساساتی برخورد کنی به هیچ نتیجه‌ای نمیرسی. اصلا نمیتونم باور کنم. به هر حال اتفاقی که افتاده، تو قانوناً مادر اون بچه‌ای، ولی یادت باشه اداره سرپرستی تحت شرایط شناسنامه اونو به اسم تو کرده و در ضمن این بابا بالاخره پدر اون بچه هست یا نیست؟ ها؟ جواب بده. پس حقیقت رو باید پذیرفت. من بدون کیمیا میمیرم. میخوای چی کار کنی؟ خب حالا فیلم کیمیا یه داستان جالبی داشت که احمد رضا درویش میخواست اون نقش سعیدی رو که داد به من بازی کنم. آره. اونو قرار بود آقای انتظامی بازی کنه. آقای انتظامی رفته بود سر فیلم جنگ نفتکش ها. بعد آقای درویش گفته بود من یه کسی رو میخوام که این نقش رو در بیاره بفهمش. من نمیفهمم آدم پولدار که مال این طبقه است چجوریه. یه کسی رو میخوام این رو در بیاره. بهش نمیدونم کی گفته بود که بسا یه پسری هست به اسم رضا کیانیان و اینجوری اون میتونه. خب من رو صدا زدن رفتم اونجا دفتر آقای یشایایی. رفتم اونجا با احمدرضا درویش صحبت کردم، گفت راست حقیقتش اینه که یه نقشه تو میتونی درش بیاری. نشستم باهاش صحبت کردم، رفتم فیلمنامه رو خوندم، پس فردا باهاش قرار گذاشتم، رفتم توی دفترش و وقتی که حرفای ما تموم شد شده بود 12 شب.
و گفتش که باشه تموم، برو قرار داد بنویس. این مالیاتی است که ما باید شما کم کنیم. حساب می‌ریزی؟ حساب می‌ریزم. حساب می‌ریزم. فقط شما لطفا سلام. درو چرا بستی؟ پیش ما هم که نمیاد. خدمت می‌رسید. بیا دیگه. سلام. حالا چطوره؟ طرف ما اومد یا نه؟ آقایی که با گالان تصادف کرده. شما بپا پرونده رو بیار من برات جفت. میام. ایشونه؟ من میام. من میرم. باشه. سلام، شما با گالان تصادف کرده بودی؟ بله. خسارت دیدی؟ گلگیر سپر چیه؟ ما با این خانم تصادف کردیم. میدونم، من برادرشم. دستت چی شده؟ بیا بریم حالا این پرونده رو بگیریم. سلام، خسته نباشید. اون فیلمی که بازی کردم توی جشنواره وقتی که نشون دادم، من کاندیدا شدم برای اون نقش. خب برام خیلی مثلا مهم بود. بعد اومدم خونه دیدم رو انسرینگ تلفن چند تا پیغام هست، دوتاش خیلی مهم بود برام. یکیش آقای ناصر تقوایی بود، زد گفتش که آقای کیانی من شماره تو رو از یه جای گیر آوردم، این فیلم رو دیدم، خواستم بهت تبریک بگم، خیلی خوب بازی کردی. چه خوب. خب خیلی برام جالب بود. چه خوب این باستابا منتقل بشه. به نظر میرسه که الان خیلی منتقل نمیشه به بازیگر. چرا؟ مثلا البته مربوط میشه به آدم های مختلف که بعضی ها میگن، مثلا فکر کن کیومرس پوراحمد آدمی که حتما میگه یا خیلی دیگه میگه، ولی خیلی هم نمیگه. یکیش هم فریما فرجامی بود. خب فریما فرجامی رو میشناختم من، گفتش که رضا جان مثلا ما رو دوره دانشجویی میشناختم، من هنرهای زیبا بودم، اون هنرهای دراماتیک بود، سال بالایی من بود، ولی میشناخت. تلفن زد که رضا جان، خب اون موقع استار بود دیگه، فیلمت رو دیدم و خوب بازی کردی، خیلی دوست داشتم. خب خیلی برام جالب بود این ماجرا. و بعد فریدون جیرانی که خب از دوستای هم دوره من بود تو مشهد، اونا تو سینمای جوان و تئاتر و اینا بودن و اون موقع روزنامه اون سینما اینا رو در می آوردن، به من گفتش که رضا از الان دیگه اسم تو رفت روی میز تهیه کننده ها. خب در واقع از اونجا بود که شناخته شدم و دیده شدم. و بعد توی خانه سینما من عضو انجمن فیلمبرداران بودم، عضو انجمن طراحان صحنه لباس بودم، عضو انجمن بازیگران هم شدم بعدن. بعدها خیلی از بچه های طراح و فیلمنامه نویس فکر میکردن که من طراح بودم یا فیلمنامه نویسی بودم که شانس آوردم بازیگر شدم شد. اونجا رو ول کردم رفتم دنبال بازیگری. درست. که بعد بهشون میگفتم نه به خدا من همه این کار رو کردم که بازیگر شم. ولی قبل از هنرهای زیبا شما حوزه علمی هم درس خوندید، میخواستین روحانی بشین؟ این هم از اون چیزه که همه میپرسن. من چهارم دبیرستان که بودم به شدت دنبال این بودم که رازهای جهان رو بفهمم چیه. خب بتب توی اون سن اولین جایی که برای رازهای جهان پیدا میکنی دینه. و رفتم پیش یه آقای ابتهی که پدر این آقای ابتهیه، اونجا یه جایی داشت به اسم کانون بحث و انتقاد دینی که در واقع آقای هاشمی نژادی هم که بله. شهید شد بله. اینا اینجا بود. اون وقت اونجا شروع کردم همکاری کردن. خب این همکاری کردن من باعث شد که یواش یواش برم و اون درسم طلبگیرم بخونم. اها. که من تا جامع المقدمات رفتم. چه خوب. بعد آقای ابتهی یه روزی به من گفتش که فردا موقع تاجگذاری توه، یعنی عمامه گذاری. بعد من اون شب تا صبح بیدار بودم و تمام دعاهایی که بلد بودم و نمازهایی که بلد بودم همه رو خوندم که خدایا من نمیخوام عمامه بذارم. اها. چون اگر عمامه بذارم دیگه تئاتر نمیتونم برم، بازی نمیتونم بکنم، سینما دیگه نمیتونم برم، موسیقی هم نمیتونم گوش کنم. بعد برای اینکه خب من چیکار کنم که بتونم اینا رو، اگه عمامه بذارم دیگه نمیتونم. بعد فکر میکردم که حالا که به من گفتن تو میتونی عمامه بذاری، اگر من در واقع نذارم گناه بزرگی انجام دادم. تمام میگم دعاها رو خوندم، نمازها رو خوندم، دیگه تا رسید به نماز صبح، نماز صبحم که خوندم یه مقداری آروم شدم. این حس برام
این بود که مثل این که مثلا خدا بگه باشه ایرادی نداره. بعد فرداش اومدم به آقای ابتهی گفتم که در واقع من عمامه نمیذارم. گفت چرا؟ گفتم به این دلایل. و گفت باش. بعد همون موقع فیلم اودیسه آقای کوبریک رو سینمای دیاموند مشهد گذاشته و من دوست داشتم برم اونو ببینم. خب با خودم جنگ داشتم که برم نرم برم نرم برم نرم. بعد تا آقای ابتهی گفت باشه نذار، همه که نباید عمامه داشته باشن. من بلافاصله عصرش رفتم سینما دیاموند که فیلم اودیسه رو ببینم. دیدم برداشته فیلم اودیسه رو و خب دیگه تموم شده بود. وقت این داستان فیلم اودیسه برای من همینجوری ادامه داشت تا زمانی که اومدم دانشجو شدم توی دانشکده هنرهای زیبای سینما پلازایی بود که اون دوره به دوره یه سری فیلم ها رو نمایش میداد، فیلم هایی که از قدیم بودن، مثلا یه دوره 70 میلیمتری ها رو مثلا نمایش میداد. توی اون بالاخره اودیسه بود و اونجا بالاخره رفتم اودیسه رو دیدم و مثل این بود که مثلا یه معشوقی رو تو از دست دادی و حالا مثلا بعد از سالها پیداش میکنی. و اون فیلم رو هی رفتم و چند تا سانس هم بیشتر نشوندم تا هر چقدر نشوندم رفتم. یادم توی نمایشگاه گاهی میومدید، نمایشگاه کتاب یا مطبوعات، خیلی از مردم ازت میپرسیدن که آقای کیانیان شما به نقش روحانی رو چقدر خوب بازی میکنید. آره، ولی خب میدونی که هیچ ربطی نداره به این که روحانی بودی، چون مثلا یه روحانی نمیتونه بیاد نقش روحانی رو خوب بازی کنه. درسته. ولی به هر حال، ولی خب شما پس زمینه ذهنیتون این بوده که بازیگر باشیم، ولی اینا آره. رو خوب گرفتیم. آره، ولی بزنین باز گفتی شما، من پست برمیام. رضا چون نمیتونم اینجا که میشینم. آره. ببین من یه سیستمی دارم برای بازیگریم. از اون مدلای نیستم که بگن که مثلا فلان نقش رو میخوای بازی کنی باید بری اون یارو رو ببینی، مثلا مدت‌ها پیشش باشی، زیر و بمش رو در بیاری تا ببینی اون چه جور آدمی بوده، چه مشخصات داشته، تیکاشو بگیری، عادتاشو بیاری و اینا. یه عده از بازیگرها این شکلی هم. من اصلا این شکلی نیستم و قبول ندارم. یعنی اصلا همینجوری که توی زندگی میکنی، توی جامعه میگم که نمیگیری اون شکل رفتار. آره، من میگم که اگه بریم دنبال یه نفر که از روی اون الگو برداریم، یه نفر رو ما بازی کردیم. ما یعنی یک روحانی خاص رو تو بازی کردیم. در حالی که میخوای خلق کنی. در حالی که من میخوام روحانی بازی کنم. یعنی یک روحانی بازی کنم که خیلی از روحانیون اون تو بگنجن. یعنی یک کلیتی توش داشته باشه اما با ظرایف. درست. مثلا اون قاضی رو که بازی کردم توی فوق العاده بود دوران سر. خب اونو هی قاضی رو نرفتم ببینم. ولی میدونستم که مثلا قاضی ها این شکلی هن. و میدونستم که یه دوره امام به سرا خیلی از روحانیون گفتش که شماها بیان قاضی بشین. یه ده از اونا لباس روحانی رو گذاشتن کنار و قاضی شدن، ولی معلومه که روحانی بودن و همچنان همون لهجه و اونا رو دارن. خب داشتم همینجوری گشتم این پارامترها رو گذاشتم کنار هم، شد اون قاضیه. بعد مثلا میخواستم مشخصات دیگه براش پیدا کنم، گفتم قاضی، اون قاضی حالا به خصوص چون ریزبینه و باید همه چی رو مثلا با کنجکاوی تمام در بیاره، رفتم یه عینک تا استکانی هم پیدا کردم که گفتم به کمال تبریزی این عینک خوبه ها، اونم گفت خوبه. بعد به گیریمارمون که مجید اسکندری بود گفتم بر مبنای این چیز کن. بعد همینجوری مثلا بهش میگفتم که مثلا ابرامو اینجوری کن، موامو اون شکلی کن. بعد گفت تو چه اصراری داری که زشت بشی؟ گفتم مثلا اصرار ندارم خوشگل بشم یا زشت بشم، من میخوام شبیه این تصویری که به تو میگم بشم. یه تصویری از یک نوع قاضی که روحانی بوده، بعد اومده اینجوری مثلا لباسشو در آورده، قاضی شده، ریزبینه. بعد نوع آرایشی که داره، نوع آرایش خیلی سنتیه. بعد لباسایی که رفتیم مثلا با خود کمال توی اون
انبار لباس پیدا کردیم که همه گفتن وای این چه لباسی، ولی اون لباس دقیقا همون لباسی بود که اونا میپوشن و هیچی دیگه مثلا اون شد. یعنی اصلا دوست ندارم که از روی یک کسی الگو برداری کنم، دوست دارم تجربیات زندگیمو از یک نقش یا از یک تیپ اجتماعی یا از یک چیزی روی همدیگه جمع کنم، اینا رو معماری کنم، به ساختمونی بسازم که بشه اون نقش. خسته نباشید حاج آقا، برای گرفتن حکم حضانت این بچه به نفع بهزیستی خدمتتون رسیدیم. دیروز خدمتتون خواهرم عرض کردم که دایی ایشان از مشهد تشریف آوردن و میخواهند سرپرستی ایشان را به عهده بگیرن. بله، برای همینم وقتی فهمیدم پرونده اومده زیر دست شما ترجیح دادم که امروز خودم خدمت برسم، چون میدونستم که شما بیشتر از قضات دیگه در دادن حکم حضانت احتیاط میکنید. الحمدلله هم حضانت دادن به بهزیستی، هم حضانت دادن به دایی این بچه که قصد فروشش رو داشته. ببینید اگر شما میخواهید درشت بار بنده بکنید که من هم خدمت شما میگم که اگر مثل شما از خدا بی خبر بودم، بله به طور فله حکم حضانت میدادم که شما برید هر کسی را که میخواهید از خانواده پدر مادر جدا کنید. یعنی یه قاضی شبیه اون چیزی که تو میگی، حالا نه آره. ممکنه شبیهش کسی آره. ولی این اون اتفاقا بعدا به من میگفتن مثلا تو شعبه فلان یه آقای قاضی از این شکلیه، تو شعبه فلان مثلا دو سه تا از اونا مردم به من میگفتن که مثلا هست که اون شکلیه. درسته. بازیگری هستی که نقش باید میمونه، یعنی اون نقشی که بازی میکنی حالا تا مدت ها باید هست یا نه؟ تا زمانی که بازی میکنم سعی میکنم اونو نگرش دارم، ولی به همین دلیل که میگم از بیرون به نقش نگاه میکنم، نمیخوام بگم که من اون شدم، میگم که این مشخصات رو جمع میکنم، معماری میکنم، اینو بازی میکنم. درست. یعنی به خودم میدونم که دارم اونو بازی میکنم. وقتی که تموم بشه بازیم تموم شده. درست. یعنی مثل یه بچه‌ای که بازیش تموم شده دیگه، حالا باید به نارشو بخوره. درست. یکی از نقشایی که همیشه یادمه خیلی با حسرت یاد کردی که نشد، نقش یه خانمی بود که بعد تغییر جنسیت میده برای علی رفیعی قرار بود. یادم خیلی اون نقشو دوست داشتی. آره دیگه، ببین من خیلی از نقشا رو بازی کردم، دوست داشتم نقش زنم بازی کنم. خب سالها دوست داشتم نقش زن بازی کنم، ولی دوست نداشتم نقش یه زن پوشو بازی کنم. بله. یعنی یه کسی که ادای زن رو در میاره، دوست داشتم نقش زن بازی کنم. زن باشم چون اون فیلم نامه بود. بعد به این نتیجه رسیدم که خب این ترانسکشوالا در واقع زنین که میخوان مردشن یا مردین که میخوان زن بشن. خب رفتم شروع کردم باهاشون صحبت کردم، با خیلی هاشون صحبت کردم، رفتم بیمارستاناشون رو دیدم، با دکتراشون صحبت کردم، اخلاقیاتشون رو درآوردم، با خیلی هاشون دوست شدم. خب بر این مبنا که یه نقش ترنس رو بازی کنم، چون نزدیکترین نقشی بود که زن باشه. بعد به یه نتیجه رسیدم، دیدم که چقدر جالبه. خب اون سناریو طرحشو خودم نوشتم که بعد دادم به علی رفیعی. یه زن ترنسی که توی خانواده سنتی زندگی میکنه که خودش میدونه که مرده، ولی همه بهش میگن زنی. خب این که توی خانواده سنتی زندگی میکنه نمیتونه توی روزه زنونه بره، نمیتونه روزه مردونه بره، چون روزه زنونه اگه بره مادرش بهش میگه که بر کنار خودتو نچسبون به این زنه. اگه روزه مردونه بره که باز بابایش میگه که تو زنی بر کنار، این مردونه نچسبون خودتو به این، چون خانوادهش حداقل میدونن. آره. دیگه خب این توی چه برزخی گیر کرده؟ بعد فکر کردم که مثلا همچین موضوعی یه ترنس مثلا 50 ساله خب که به تب ازدواجم نکرده، چون دوست نداره ازدواج کنه چون مرده، خب به تب شکسته میشه دیگه. وقتی یک زن 50 ساله رو کمتر دیگه تحویل میگیرن، به خصوص توی خانواده سنتی، به خصوص در قدیم. اما اگر اون تغییر جنسیت بشه و بشه بده و بشه مرد، یه مرد 50 ساله رو حتی دختر جوانم میخواد باشه ازدواج کنه. و خودش این یه تراژدیه. درست. که من اینو نوشتم و به یه سرانجامی رسوندم و دادم به علی رفیعی. علی رفیعی گفتش که خیلی خوبه و خیلی دوست دارم و
اون این ورداش این لوکیشن رو برد تو شمال و در واقع اینو کرد کسی که توی مزرعه برنج کار میکنه و اینا و نوشت و همه چیزاش هم شد. من خودم یادمه که دنبال کار تولیدش بودم، مثلا گفتم که اومدن سرمایه برای اون فیلم گذاشتن تهیه کننده، همه چی جور کردم ولی نشد. بس نساخت دیگه، نمیدونم شاید بشه مثل خیلی چیزای دیگه. آره ممکنه ولی ترنس دیگه پیرتر. یه کار جالبی که کردی بازیگردانیه، حداقل اون چند تا فیلمی که کار کردی، به خصوص جالبترینش برای من فیلم آژانس شیشه‌ایه. نقشی که مثلا حبیب رضایی بازی میکنه یه مشهدی خلاص، که البته بعضی هم میگفتن که حبیب اصلا خودش مشهدیه اینجوریه. اون چجوری حبیب اومد؟ ببین حبیب از شاگرده کلاس تاروخ بود، بعد حاتمی کیا هم دنبال یه بازیگری میگشت که مثلا چهره ای نباشه، دیده نشده باشه، که باورپذیر باشه، در این حالی که یعنی برای اون نقش عباس. خب فیلم آژانس شیشه ای رو قرار بود که آتیلای پسیانی کستینگ کنه و آتیلای پسیانی هم بازیگردانیش رو بکنه، ولی فیلم طول میکشه به یه جایی میرسه که دیگه آتیلا باید یکی از تئاتراش رو میبرد خارج از کشور. به ابراهیم حاتمی کیا میگه که من تئاترم رو باید ببرم، دیگه نمیتونم بمونم. اون میگه پس یکی رو به جای خودت پیدا کن بیار اینجا. اومد به من گفتش که تو حاضری بری اونجا و بازیگردانی و کستینگ و اینا بکنی؟ منم چون همیشه دوست دارم توی جاهای شیرجه بزنم که تا حالا نزدم، گفتم آره. بعد خب رفت معرفی کرد، اون گفت کیه رضا کیانیان؟ گفت بابا مثلا فلانی اینجوری اینجوری اینجوری. اون روزایی بود که من تو مجله فیلم به اصطلاح تئوریای بازیگری می‌نوشتم. بعد گفته اونو اصلا نمی‌خوام، مثلا نمیتونم با اون حرف بزنم، حرف باش بزنم اون می‌خواد فلسفه به ما فیلسوفمون. بعد گفته نه بابا اون بازیگر اینجوری و اینا. خلاصه گفته حالا من نمیدونستم، بعدن اینا رو برام گفت آتیلا و خودش ابراهیم. بعد که رفتم چند جلسه ای بود دیگه با هم رفیق شدیم و خب یه بخشی از بازیگرها رو آتیلا تعیین کرده بود و انتخاب شده بودن، یه بخشی هم انتخاب نشده بودن که من کمک کردم برای بخشش که انتخاب بشن، از جمله نقش همون سلحشوری که خودم بازی کردم. در واقع برای اون نقش هیچ بازیگری رو من خودم نپسندیدم، حاتمی کیام نپسندید و ما هر روز تمرین میکردیم. ما 30 جلسه 30 و چند جلسه تمرین کردیم این فیلم رو، که از آخر هی میگو خودت بازی کن، میگفتم نه بذار من بازیگردانم باشم. که بالاخره 1-2 روز مونده بود به فیلم برداری، گفتش که ببین باید خودت بازی کنی، که دیگه خودم رفتم بازی کردم. که سیمرغ گرفتی بچه‌ها؟ خوب آره دیگه اونو سیمرغ، اولین سیمرغم اونجا گرفت. حالا عباس یعنی حبیب رضایی اومده بود، خب من و حاتمی کیا با هم صحبت کردیم که این نقش بهتر شهرستانی باشه که معصومیتش بیشتر باشه و اصلا نفهمه این روابطی که اینجا توی مثلا تهران و توی این آژانس و از این حرفا هست. بعد به حبیب گفتم که حبیب مثلا تو چه مال کجایی؟ گفت من تهرونیم. آها بس تهرونیه. آره تیرم خورد به سنگ. چقدر خوب. بعد گفتم که بالاخره مثلا چه شهرستانی رو بیشتر میشناسی یا ارتباط داری اینا؟ گفت یکی از پدر بزرگام خراسونیم، چون تهرونی ها به مشهدی میگه خراسونی. گفتم خب میخوای با لهجه مشهدی حرف بزنی؟ اونم خیلی دوست داشت که کاری انجام بده اینا. گفت آره. و بعد تمرینامونو ما شروع کردیم با لهجه مشهدی، که من یک کاستی ضبط کردم کل دیالوگا رو دیگه آخر فیلم که دیالوگا فیکس شده بود، و حقا خیلی خوب بازی کرد، فوق العاده طوری بازی کرد که هیچ کس نفهمید این مشهدی نیست و همه فکر میکردن این مشهدیه و متاسفانه هنوز تلهجه مشهدی داره. آره موند تلهجهش موند. آره آره، ولی خب بازیش خیلی عالی بود. اونجایی که سیمرغ دادم به من کنار حبیب نشسته بودم و به حبیب گفتم که حبیب اگر من اینجا بازی نمی کردم سیمرغ حتما به تو می دادم. آره.
و واقعا هم مثلا حقش بوده سیمرغ اونجا بگیره. درست. اون مقام امنیتی رو هم شما خیلی خوب بازی کردی، برای اینکه اون مشابه نداره که آدم مثلا دقت کنه ببینه چه جوریه، باز یه چیزی خلق کردی. خب همین دیگه میگم، مثلا نمیشه بری دنبال مقام امنیتی بگی بیام چند روز ما بگو چه جوری مثلا شکل ده. خب یعنی اون تصوری و تحلیلی رو که از یه مقام امنیتی دارم در واقع بازی کردم. درست. و تصوری که از یه مقام امنیتی که من فکر میکنم که در واقع باید اون شکلی باشه. و جالبه که اونجا اون آقای کریمی و کلیج که تهیه کننده های فیلم بودن، وقتی که فیلم به نمایش در اومد، بالاخره در دوره اول خاتمی به نمایش در اومد، بله سال اول، بعد گفتن که جالبه از میدون انقلاب به پایین برای حاج کاظم دست میزنن، از میدون انقلاب به بالا برای سلحشور دست میزنن. یه فیلم دیگه ای که باز شما بازیگردان بودین فیلم کمال تبریزیه. آره دوتاش بود. آره یکیش رو میخوام بگم که حتی بازیگر ژاپنی هم فرشباد. آره. یادم این فیلمه توی جشنواره محبوب ترین فیلم تماشاگرا بود. آره. و اصلا میگفتن که از فیلم های خیلی پرفروشه. آره ولی نشد. عجیب بود که موقع نمایش این اتفاق نیفتاد. چجوری اون بازیگر ژاپنی رو باش کار میکرده؟ ببین بازیگر ژاپنیه خیلی، اولا که خیلی بازیگر خوبی بود، نوع بازیگریش هم مثل نوع بازیگری من بود، یعنی از تئاتر اومده بود، کتاب اون چیزی مینوشت و حالا هوایی داشت خیلی شبیه من، مثلا تئاتر خوب بازی کرده بود. خب یه خانم گلپریان داشتیم که هنوزم داریم که خدا حفظش کنه، اون رابطه ماها بود که در واقع من جملات ژاپنی که میخواستم بگم اون با من کار میکرد. خب اون تصوری که از بازیگری داشت یه تصور بسیار حرفه‌ای شبیه هالیوود و اینا بود، چون بعدن که ما رفتیم ژاپن برای نمایش این فیلم دیدم اومد به استقبال ما، شش نفر دنبالش و پشتش را می رفتم که به خانم گلپریان گفتم اینا کیان؟ گفت یکیش مدیر برنامه هاشه، یکیش وکیلشه، یکیش یک کسیه که این هر کاری داره به اون میگه، اون بلافاصله میره انجام میده. خلاصه و شش تا رو الان یادم نیست که چه کاره. بعد اینجا بلاهای ما به سر این بدبخت آوردیم که به روی خودش هم نمی آورد و خیلی هم خوشش می آمد که خانم گلپره می گفت نکنید این کار، با این آدم مهمیه. ما آدم مهمیه، ولی خب مدل سینمایی ما اینه دیگه. وقتی که از ایران می خواست بره گریه کرد و گفت من مطمئنم که اجداد من ایرانی بودن، چون من اینجا احساس راحتی که می کنم مثل این می مونه که اومدم تو خونه خودم. و بعد زنش تو ژاپن به ما گفتش که خیلی جالبه، از زمانی که این اومده ایران و بازی کرده برگشته، از این بعد تو فیلماش دیگه خودشه. آها. دیگه جست نمیگیره. آخه ژاپنی‌ها یه سنت بازیگری دارن که برمیگرده به نمایش‌های کابوکی و زن و اینا، که اونا یه جوری در واقع خودشون نیستن، اداهای و یه قواعدی رو باید توی حرکتاشون رعایت کنن. حالا مثلا توشیلی میفونه فرق میکنه اون، چون خیلی مثلا دیگه بعد این وری شد، ولی مثلا دیدی دیگه مثلا میخواد بگه دوست داره میگه خوزویا، بعد آدم میگه چجور دوست داره میگه، بعد وقت سکته میکنه که من دارم میگه دوست دارم اینجوری بگی. بعد زنش میگه جالبه که حالا از وقتی که برگشته خیلی خودش شده توی صحنه، قبلا خودش نبود. میبینین که آقای کیانیان نه تنها بازیگر درجه یکیه، لا نه تنها بازیگردان درجه یکیه، نه تنها مجسمه ساز درجه یکیه، نه تنها عکاس خیلی خوبیه، موقع مصاحبه هم واقعا درجه یکه. من هزار تا سوال دارم از آقای کیانیان، تایم این برنامه یک ساعته، میخوام ازش قول بگیرم که توی بخشای بعدی که تولید میکنیم بشینیم در ادامه بازیگریش و تجربیاتش با هم حرف بزنیم. باشه، ولی الان چون این برنامه رو برای عید ضبط میکنیم، آره.
نمیخواستم که به سر بحثای تئوریک و اینجور چیزا بیاد، بحثای بیشتر باشه که مردم دوست داشته باشن و خاطرات باشه، چون عید با خاطرات خیلی عجینه. درسته. الان یه خاطره بگین. ما اصلا من نمیدونم از کجا اون میشه در آورد اینو گذاشت، ولی بگین. ببین من در ادامه رو کم کنی که میگم با داوود داشتم، داوود یه ضبط صوت پورتابل خریده بود، تازه اومده بود و خب اجازه نمیداد که ما هم دست بهش بزنیم. ما یه خانواده بچه ها 6 نفریم، من دومی هم، بقیه هم خواهر برادر کوچیکترم. اون موقع رادیو خیلی توی خونه ها رواج داشت، از جمله داستان های شب. بعد داستان های شب خب من همیشه ساعت 10 پخش میشد، اون شهرزاد اول بابام 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 اینو میزد، گفت داستان های شب، مثلا گفت لبخند مرگ، مثلا با شرکت کیاک کیاک کیاک، نویسنده و کارگردان صادق بهرامی. وقت ماما اینو گهی گوش میدادیم. بعد من تو فکر گفتم یه داستان شب درست کنم، وقتی یه داستانی نوشتم و اینا که اصلا یادم نیست چیه. بعد اون ضبط پورتابل داوود رو کش رفتم، اومدم به این خواهر برادران نقش دادم که تمرینم کردیم که اینا رو بگن و بشن. بعد شروع کردم خودم، تیتراژش فقط جالبه، بام 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 دردنم دام دری دری دیم دیم در داستانهای شب، نویسنده کارگردان و صادق بهرامی رضا کیانی. و صادق بهرامی هم گفتن منم اسم بقیه رو گفتم که نقششون. من فکر کردم صادق بهرامی شغله. من که خیلی در مورد شما آقا اینا گفتم، شما صمیمی ترین شاید چهره سینمایی هستین که با هم ارتباط داریم. به دلیل اینکه ما ارتباط خانوادگی داریم، با هم میریم میایم خونه. به دلیل اینکه اصلا شما یکی از همکارای ما هستین. میخوام بپرسم که آیا واقعا مجله تأثیری تو زندگی حرفه‌ای شما داشته یا نه؟ من نمیدونم این حالتم خوبه یا بده. به خیلی، هم به سینما، هم به نقش، هم به کارهای دیگه‌ای که میکنم از بیرون نگاه میکنم، غرق نمیشم توش و به مجلم همیشه از بیرون نگاه میکنم. الان که گفتی گفتم راست میگه، خب تأثیرش رو من چی بوده؟ و این چیزی که به سر یادم میاد اینه که تأثیری که روی زندگی من داشته اینه که هر بازیگری باید یه ویترین برای خودش پیدا کنه که تو ویترین باشه، که ببیننش و انتخابش کنن. اگه تو ویترین نباشه فراموش میشه. مثلا میگن که فلانی چی شد؟ کجا بود؟ یکی میگه مثلا اینجوری اف خارجه، که میگه چی جدی؟ نه تموم میشه میره. حالا به خصوص که جوون و تازه کارم باشه. من با خودم اون موقع فکر میکردم چه ویترینی برای خودم درست کنم، چون من از ویترین زرد خوشم نمیاد، از جنجال‌های مثلا مطبوعاتی اینا خوشم نمیاد. من میگفتم چه ویترینی درست کنم که متناسب با اون شأن و شخصیتی که میخوام به تماشاگر معرفی بکنم باشه. چیکار کردم؟ اومدم اگه یادت باشه به شما گفتم که، به هوشنگ تو مسعود اینا، که من یه سری مقاله بنویسم راجع بازیگری، که همه شما گفتین که اون موقع هم مقاله تئوریک راجع بازیگری نبود. اگه یادت باشه یه نقد فیلم که می نوشتن تو پاراگراف آخرش می نوشتن که مثلا فلانی هم خوب بازی کرد یا فلانی خوب بازی نکرد. من بحثی رو شروع کردم که چرا بازیگری قابل نقد است و چرا بازیگری نقد پذیر است و چرا بازیگری علم است، چرا بازیگری فن است، چرا بازیگری را می توان به طور مجزا نقد کرد. خب شما هم همه گفتین خیلی خوبه، اصلا خوبه، هنوز هم میگیم خوبه، ادامه بدیم. اونو نوشتم توی مجله چاپ شد و شد ویترین من، چون هر کس میمد مجله رو واکنه میدید بابا این رضا کیانی کی راجع بازیگری مینویسه،
کیه؟ بعد اون دستیاری میگه بابا این هم اینه که تو اون فلان فیلم بازی کرد. میگم آها آها، خب این میشه همون یاداوری که من دارم به سینماگرا میگم که من هستم. خب این اولین ویترین من بود، در واقع ویترین من به جایی که بره تو مجلات زرد. Times don't fly too high.